بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج، بینندگان تلویزیون امام حسین علیه السلام. الحمد لله از کربلای معلا در خدمت شما عزیزان هستیم و در استودیو بین الحرمین در خدمت جناب استاد بهرمند برای تقدیم برنامه معراج خدمت شما عزیزان. سلام علیکم و شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. در خدمت شما هستم. محضر همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. در خدمت بزرگوار خدمت از بنده است. دوستان عزیز ان شاء الله میتونید از طریق فیسبوک و یوتیوب شبکه جهانی امام حسین علیه السلام بیننده برنامه معراج باشید. ان شاء الله در خدمت شما عزیزان هستیم در حد 38 تا 40 دقیقه. بفرمایید روایت برنامه رو ببینید و جناب استاد بسم الله بگن برای درس امروز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. نفقد شناختن مناقب و فضائل أمير المؤمنين عليه السلام بطور تفصيلي بر هر انسان با ايماني واجبه و اون هم واجب عینیه، بلکه مخفی کردن و کتمان کردن فضائل مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه جایز نیست و یک خسران بزرگیه که عاید شخص و عاید اجتماع می شود. امیر المؤمنین علیه السلام آیت عظمای خدای تبارک و تعالی باید شناخته بشود و شناختن او مایه سعادت انسان در دنیا و باعث شفاعت انسان خواهد شد در روز قیامت. روایتی اینجا از جناب ابن عباس، این روایت را از محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند در مورد حرمت کتمان فضائل مولا امیر المؤمنین علیه السلام. می فرماید لا يعذب الله هذا الخلق الا بذنوب العلماء. خدای عز و جل تنها به واسطه گناهان علما خلق را عذاب میکنه. کدوم علما؟ الذين يكتمون الحق من فضل علی و عطرته. آنانی که حق از فضل و درجه و مقام امیر المؤمنین را و خاندان معصوم امیر المؤمنین علیه السلام را پنهان می کنند و آن را بازگو نمی کنند. رسول الله می فرماید الا لم یمش علی فوق الارض افضل من شیعت علی و محبیه. در روی این زمین کسی مهمتر از شیعیان مولا و محبین و دوستداران مولا کسی روی این زمین قدم نمیگذره. کدوم شیعیان و محبین؟ نه فقط آنانی که محبت مولا را به دل دارن، بلکه باید این محبت را چکارش کنن؟ آشکارش کنن، اظهارش کنن. الذین یظهرون امره، بدون مجامله، بدون تعارف امر امیر المؤمنین سلام الله علیه را که ولایت امیر المؤمنین این را کاملا با کمال شهامت، با کمال جرأت اون را ابراز میکنن، آشکار میکنن. چنین افرادی تخشاهم الرحمه،
رحمت الهی وجود اونها رو فرا میگیره. تستغفر لهم الملائکه، ملائکه برای اونها طلب مغفرت میکند، استغفار دعای ملائکه است در حق شیعیان و محبین، و دعای ملائکه قطعا از دعاهای مستجاب. و در ادامه رسول الله میفرماید والویل کل الویل، ویل وادی عظیم در جهنم، اونم تمام ویل، لمن یکتم فضائله، ویل نصیب کسی می شود که فضائل مولا را کتمان کنه، آن را بازگو نکنه، آن را برای مردم بیان نکنه، و یکتم امره، امر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام را برای مصالح دنیا یا برای ترس از دشمن چه می کنه؟ اون امر ولایت را مخفی نگه می دارد، کتمان می کند. می فرماید فما اصبرهم علی النار، چنین افرادی که منکر حق میشن، منکر حقیقت میشن و نادیده میگیرن مناقب و فضائل مولا را، چگونه میتونن بر عذاب دردناک الهی صبر کنن؟ یعنی قطعا عذاب جهنم شامل حال اونها خواهد شد. در ادامه رسول الله میفرماید کسی که کتمان میکند فضائل مولا را، این نمیتونه جز اینکه این انسان انسان منافقه، و انسان منافق همون کسیه که طینت خبیث داره، طینت ناپاکی داره، که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید عرضت ولایته علی طینت المنافق فابت، ولایت مولا سلام الله علیه عرضه شد بر تینت انسان منافق و او عبا کرد، خودداری کرد از پذیرفتن این ولایت، فعبت و نودی علیها فی ذالک العالم، در اون عالم، در اون عالم ارواح، در اون عالم زر، بر این نطفه ناپاک ندا از ناحیه خدای عز و جل به گوش رسید که هذه الطینه الخبیثه، این تینتی که زیر بار ولایت امیر المؤمنین نرف، این تینت چیه؟ ناپاک و تینت خبیث است. و الخبیثون للخبیثات و الطیبون للطیبات، چون خبیث است ازا منکر فضائل امیر المؤمنین و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام میشد این صاحب این تینت ناپاک، همین شخص منافق، فلا دین له، دینی که مورد پذیرش خدای عز و جل برای او هرگز نیست. اما خوشا به حال مؤمن هایی که دلشون با امیر المؤمنینه. میفرماید والمؤمن العارف، اون انسان با ایمانی که معرفت داشته باشد به مقام مولا امیر المؤمنین علیه السلام، عابدون و این لم یعبد، نوشته میشد جز عبادت کنندگان حتی هم اگر عبادتی نداشته باشه. چرا؟ چون در اعتقادات او عبادت کننده است، اگرچه عبادت ظاهری عملی اونچنانی نداشته باشد، اسم او جزء عباد و عبادت کنندگان نوشته می شود، برای اینکه ریشه درستی داره، هم تینت پاکی دارد و هم دلش متصل با مولا امیر المؤمنین علیه السلام، علیه السلام. و محسن و این اساء، نام او جزء محسنین و جزء نیکوکاران نوشته می شود، اگرچه گناهی داشته باشه، اگرچه معصیتی، خطایی، لغزشی داشته باشد. و ناجن، چنین فردی اهل نجات، از عذاب الهی رهایی پیدا می کند. و این اذنبه، حتی اگر دارای گناهانی و معاصی داشته باشد، سرانجام نجات شامل حال او می شود. و این همون کسیه که
اشاره شده است در آیه کریمه قرآن به او در سوره مبارکه زمر آیه 35 می فرماید لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا. خدا می پوشونه اون گناهان زشتی که مرتکب شده اند، چون اهل ولایتن خدای عز و جل گناهان اونها رو میبخشه. و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، پاداش بهتر بهشون عطا میکند. این به خاطر ارتباط و اتصالشون به آقا امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی عمل شیعیان حتما مقبوله در درگاه خدای تبارک و تعالی. به چند دلیل، یعنی اگر کسی بپرسه از ما چرا باید محبین و شیعیان اعمالشون 100% مورد پذیرش خدای تبارک و تعالی است، این چند تا دلیل دارد. اولا به برکت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، خداوند بهش توفیق توبه رو بهش میده. همین توبه باعث میشد که اعمال او مورد رضای خدا، قبول خدای تبارک و تعالی قرار بگیره. میفرماید و شیعیان دائما ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به زبانشون هست. همین ذکر صلوات باعث میشد گناهان اونها تبدیل بشود به حسنات و اعمال اونها مورد بخشش قرار میگیره و مغفرت مقبول خدای عز و جل قرار میگیرد. که روایت میفرماید کسی که یک مرتبه بر پیامبر و آل پیامبر درود بفرسته، ذره ای از گناهان برش باقی نمیماند. ضمن اینکه یاد و ذکر امیر المؤمنین و عترت پاک امیر المؤمنین، خود این محو کننده گناهان و گناهان را از بین میبره. ثانیاً اینها به عهد خدا وفاداری کردند، شیعیان و محبین. خدا هم به عهد خودش وفا میکنه که فرمود اوفو به عهدی اوفی به عهدکم. وفادار شدن به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام که عهد خدای عز و جل، خدا هم به عهد خودش وفا کرده. فرموده کسی که با علی باشد من او را نجات میدم و اعمالش را قبول میکنم و او را مشمول رحمت واسعه خودم قرار میدم. ثالثاً پیغمبر و آل پیغمبر چنین افراد را به خاطر ارتباطشون با امیر المؤمنین مورد شفاعت قرار میدن. و آقا رسول الله خودش و آل بزرگوارش هنگام مرگ، هنگام جان دادن این انسان محب شیعه، حاضر میشن در قبر، حاضر میشن در عالم برزخ، حاضر میشن. اینا همش برکاتیه که نصیب محب و شیعه میشود به خاطر امیر المؤمنین علیه السلام. لذا اعمال او مورد قبول درگاه خداونده. دیگر اینکه ملائکه برای چنین افرادی استغفار میکنن و استغفارشون قطعا مورد اجابته. دیگر اینکه این مؤمن به آل پیغمبر و مؤمن به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام هم اعمال صالحه داره هم اعمال سیئه، چون معصوم نیست. بله، هر دو عمل را داره. خدای عز و جل وعده داده که سیئات او را تبدیل میکنه به حسنات. یبدل سیئاتهم حسنات. ممکنه یک کسی اینجا بپرسه، سوال کنه چگونه این بدی های این شخص و گناهان این شخص تبدیل میشود به خوبی و به حسنه؟ چجور میشه؟ اولا به صورت یک دگرگونی حقیقی، به صورت یک انقلاب واقعی، مثل تبدیل شدن شراب ناپاک به سرکه پاک. بله،
بنابراین هرچی بدی دارد این شخص با عنایت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام تمام اینها تبدیل میشد به خیر و خوبی و صلاح آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند و یک دید خاک تبدیل می شود به کیمیا. دیگر اینکه به برکت ولایت مولا سیئات و گناهان اونها اصلا از نامه عملشون پاک می شود و به جای بدی که در نامه عملشون نوشته شده خوبی نوشته می شود. دو تا ملک خدا موکل کرده برای هر انسانی که یکی اعمال نیک را می نویسه یکی اعمال بد را می نویسه. اما چون این شخص منور به نور ولایت امیر المؤمنین علیه السلام تمام اون نامه اون اعمال بد او که در نامه عملش ثبت شده همه اینها پاک میشه، همه اینها محو میشه. و سوم اینه که اعمال دیگران، اعمال صالحی که غیر شیعه دارن، غیر شیعه هم کارهای خوب دارن، اعمال صالحی اونها نوشته می شود در نامه عمل شیعیان و اعمال بد شیعیان نوشته می شود در نامه عمل مخالفین. چرا؟ چون کلون یرجعو الاصلهی، هر چیزی به اصل خودش برمیگرده. خوبی ها به صاحب تینت خوب برمیگرده، بدی ها به صاحب تینت خبیث و بد برمیگرده. محب امیر المؤمنین صاحب تینت پاک است، مبغض امیر المؤمنین سلام الله علیه صاحب تینت ناپاک و خبیث است. بنابراین هر چیزی به اصل خودش برمیگرده. از این جهت مولا میفرماید حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه. یک حسنه است که سیئه بهش ضرر نمیرساند و از اون طرف بغض علی علیه السلام سیئتون یک سیئه است که حسنه همراه به آن سودی ندارد، هیچ سودی به حالش ندارد. چون حسنه صاحب بغض میرد برای شخص محب و سیئه شخص محب میرد برای مخالف و مبغض و معاند امیر المؤمنین علیه السلام. اینجا یک روایتی هست اسدی نقل میکند این مطلب رو بهش آقا رسول الله در این روایت اشاره میکند، میفرماید یا علی ان الله يحبک، دوستدار خدا، دوستدار امیر المؤمنین خداست، هیچ کی امیر المؤمنین دوست نداشته باشه مهم نیست. ان الله يحبک و يحب من يحبک، و خدای عز و جل دوست می‌دارد اونی که علی را دوست بده، دوست داشته باشه. و ان الملائکه تستغفر لك ولمحبيك ولمحب شيعتك، ملائکه هم برای شما امیر المؤمنین طلب مغفرت میکنه، هم برای دوستان امیر المؤمنین طلب مغفرت میکنه، هم برای دوستان شیعیان امیر المؤمنین طلب مغفرت میکنه. بنابراین اونی که وابستگی دارد و ارتباط معنوی و قلبی با امیر المؤمنین علیه السلام دارد مدام خطاها و لغزشهای او دارد چی میشه؟ محو میشه، دارد نابود میشه. و اذا کان یوم القیامه، وقت روز قیامت می شود نادا منادن فی المحشر، منادی در صحرای محشر ندا سر می ده این محب علی، دوستداران علی کجایند؟ یقوم قوم من الصالحین، یده از پاکان برمی خیزند. یقال لهم خذوا بید من شئتم و ادخلوه الجنه، شما دست هر کی که دلتون خواست بگیرید با خودتون ببرید داخل بهشت، داخل بهشت. فان الرجل الواحد ينجي الف رجل، الله، هر محبی هر شیعی هزار فرد را که خودش دلش میخواد با خودش میبرد سمت بهشت به بهشت. فا
ثم ينادي المنادي، ندائي منادي ندا سر میده، عین البقیه من المحبین، اینا یه دسته بودن، دسته دیگر محبین کجاین؟ یقوم قوم مقتصدون، قوم دیگری که نام مقتصدن، مقتصدن یعنی اعمالشون کم زیاد داره، هم خوبی داره هم بدی داره، اینها می ایستن. یقال لهم اطلبوا ما تريدون، هر چی دلتون میخواد الان بخواید درخواست کنید. بله. فیعطا لهم ما طلبوا، اون چرا خواستن بهشون داده می شود. خب ثم ينادي المنادي، منادی ندا سر میداد، عین البقیه، بقیه شما کجان؟ فیقوم قوم قد ظلموا انفسهم، عده برمیخیزن از محبین که اینا به خودشون ظلم کردن. ظلم به نفس همون گناه سیئه است، معصیت، لغزشی که در دنیا داشتن. فیقال، به اینها گفته می شود، این مبغض علیان، دشمنان علی کجان؟ فیجعل اعمال اعدائک لمحبیک، اعداء امیر المؤمنین عملشون میره در نامه عمل دوستان و دوستان امیر المؤمنین، و ینجیه من النار، و خدای عز و جل این دوستانی که ظلم به خود کردن، ظلم و انفسهم، به برکت ولایت مولا از آتش جهنم خداوند اونها را نجاتشون میده. یا علی محبک محب الله و رسوله، دوستدار تو دوستدار خداست و دوستدار رسول الله، محب الله و رسوله، دوستدار الله و دوستدار رسول الله، و مبغضک، و دشمن تو علی مبغض الله و رسوله، دشمن خداست و دشمن رسول خدا. بنابراین در قیامت به عمل نگاه کرده نمیشد در مرحله اول، در قیامت نگاه کرده میشد اول به ولایت، در مرتبه بعدی نظر کرده میشد به اعمال و رفتاری که شخص داشته. ریشه همه اعمال نیک و صالحه ولایت مولا آقا امیر المؤمنین علیه السلام که نامش نام خدای عز و جل و اسمش حلال مشاکل همه مشاکل. ناد علی مظهر العجائب، تجده عونا لک فی النوائب، کل غم و هم سینجلی به ولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی. خیلی ممنونم آقا، خیلی ممنونم. انشالله بعدمون باشه نجف امیرالمومنین علیه السلام، ناد علی هم خونده شد، انشالله شامل عنایت خاصه امیرالمومنین علیه السلام هستیم، بیشتر باشیم. بریم میان برنامه رو برگردیم. بله، وقتتون بخیر. واقعا قلب جلا میگیره از نام و یاد امیرالمومنین علیه السلام. انشالله روزیتون بشه، ایوان تمام طلای امیرالمومنین علیه السلام را اینطوری نگاه کنی، تو ایوان که بشینیم اینطوری به 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 به. اونایی که رفتن متوجه میشن من چه عرض میکنم. و اما بخش دوم، ببخشید، و اما بخش دوم برنامه سوالات شما عزیزان، 2-964-773-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان است. از طریق تلگرام و واتساپ میتونید انشاءالله پیام های خودتون رو برای ما بفرستید و دوستان عزیزی که سوال دارن این ایام
وقتش هست که سوالای خودتون رو بفرستید. الحمدلله ترتیبی قرار دادیم که سوالا سریعتر جواب داده بشه. و اما سوالاتی که برای امروز انتخاب شده، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، حکم شکستن نماز واجب چیست؟ نماز مستحب چطور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نماز واجب رو انسان نمیتونه در حالت اختیار بشکنه. لا تبطل اعمالکم، وقتی انسان نیت نماز رو کرد و وارد نماز شد، باید این نماز رو تا آخر تمام بکنه، مگر ضرورتی اقتضا کنه برای حفظ مثلا مالش در معرض خطره. بله، میتونه برای حفظ مالش نمازش رو بشکنه. جانش در معرض خطره، برای حفظ جان میتونه نماز خودش را بشکنه. بنابراین برای ضرورت ایرادی نداره، اما در حال عادی و اختیار حرامه، جایز نیست نماز واجب را انسان بشکنه و ازش دست بکشه. نماز مستحب ایرادی نداره، در هر حالتی نماز مستحب اختیارن یا غیر اختیارن، این قابل چیه؟ قابل شکستنه. بله. سلام، آیا این سخن که تمام دنیا به خاطر امام علی علیه السلام آفریده شده سند معتبری دارد؟ این مطلب بله در احادیث معتبر فراوانی ذکر شده، هم از طریق اهل تسنن و هم از طریق شیعیان اهل البیت علیهم السلام. اهل مطالعه میتونن به کتاب بحار انوار علامه مجلسی، به کتاب القطره، به کتاب الغدیر که الغدیر هم ترجمه شده و هم خلاصه الغدیر چاپ شده که کتاب خوبیه. اینهایی که حوصله خوندن تمام الغدیر را ندارن، اقلا این خلاصه را تهیه کنن، و کتابیه که باید بحثش کرد، یعنی دو نفر بنشینن، یکی بخونه و دیگری شرح بده گوش بده، تا به صورت مباحثه این کتاب ها خونده بشه، تا کاملا انسان به عمق این روایات پی ببره. در حدیث شریف کسا که از احادیث صحیح است، به طریق صحیحی به دست ما رسیده، جناب جابر از محضر حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیه السلام برای ما نقل میکنه، اونجا خداوند در این حدیث شریف میفرماید اینی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه، آسمان، زمین، قمر، ماه، خورشید، کهکشان، دریا، کشتی هایی که در دریا هاست و هرچه در عالم وجوده، تمامش الا لعجلکم و محبتکم، به خاطر وجود پاک پنجتن آل عبا که از جمله اونها آقا امیر المؤمنین علیه السلام، به خاطر امیر المؤمنین همه چی خلق شده و امیر المؤمنین حق حیات و حق زندگی به گردن همه اهل عالم داره. به جانم فداش. با سلام، مضاربه یعنی چه؟ مضاربه یکی از معاملات اسلامیه، یعنی کسی که مقداری مال معینی داره، فرض کنین 5 میلیون تومان مال داره، میخواد این مالش را به کار بگیره تا رشد کنه این مال. خب خودش اهل تجارت نیست، این 5 میلیون مال را در اختیاره کسی که اهل تجارته قرار میده که اون باهاش با این 5 میلیون چکار کنه؟ بیع و شراء بکنه، کار کنه، تجارت بکنه. مثلا تجارت فرض کنین پارچه بکنه، تجارت فلان مواد غذایی را میکنه، حالا چه تجارت داخلی چه تجارت خارجی، و بعد حق اون عامل را باید معین کنن به یک نسبتی، مثلا نسبت 50% 50% یا نسبت 30% 70% نسبت 40% و 60%. در مضاربه حتما باید حق عامل
به صورت مشاع تعیین بشه. بنابراین اگر تعیین نشد و این همینجور بگید آقا من این 5 میلیون بهت میدم تو ماهانه به من 100,000 تومان به من پول بده، این در درست نیست. بله. بلکه باید بگید از سود این 5 میلیونی که تو باهاش کار میکنی، از سودش مثلا 40% حق توی عامله و 60% حق من مالک، یا بالعکس 60% رو تو بردار بله و 40% رو به من بده. البته اگر چنانچه علل حساب این مالک یعنی این عامل علل حساب ماهانه مقدار پولی میدد به صاحب پول علل حساب، درصد رو معین کردن بله. ولی فعلا علل حساب ماهانه 100,000 تومان مثلا پول میده به شخص مالک، بعد که این مدت تمام شد از همدیگر رضایت بخوان، همدیگر را حلال کنن. خلاصه در مضاربه تعیین درصد لازمه. بعضی ها فکر میکنن اگر درصد تعیین کردیم میشه ربا، در مضاربه ربا نیست، در قرض رباست. اگر من مالی را نزد کسی قرض دادم، اگر بخوام به ازای این قرض سود بگیرم، این جایز نیست ولو 1 درهم. اما اگر پول را گذاشتم به صورت مضاربه که او با این پول کار کنه و تجارت بکنه، این باید مقدار پول و زمانش و اون سهم شخص عامل، سهمش باید درصدش از اول مشخص و معلوم باشد که بعد موجب اختلاف و نزاع نشود. اینه بهش میگن مضاربه اسلامی. اسلامی. متشکرم. تقریبا 4 دقیقه فرصت داریم تا انتهای برنامه. سلام، آیا به دیه خمس تعلق میگیرد؟ بله، دیه نوع درآمدیه که انسان گیرش میاد، یه فایده ای که نصیبش میشه. و قرآن فرموده برای هر غنیمت و بر هر فایده ای، در هر غنیمت و فایده ای خمس هست. اگر این دیه را در طول سال انسان به مصرف زندگی خودش برسونه، بله، چنانچه این هزینه او متعارف باشه، هیچی، این دیه را در زندگی خودش خرجش کرد دیگه، خمسی ندارد. اما اگر سر سال این دیه خرج نشد یا مقدار از دیه باقی موند، باید کار کنه؟ ضمن پولهایی باشه که برای خمس میده، باید خمسشو حتما بده. اگرچه تقسیم دیه به سبک ارثه، مثلا شخصی مرحوم، شخصی کشته شده، بله، دیه میدن به اولیاء دمش، اولیاء دم یه تعدادشون پسرن یه تعدادشون دخترن، برای تقسیم این دیه عین ارث تقسیم میشه. للذکر مثل حظ الانثیین، دو تا به پسر میدن یه سهم میدن به دختر. بله. اما خمس بهش تعلق میگیره، ارث خمس نداره، ولی دیه بنابر فتوای حضرت آیت الله شیرازی به دیه خمس تعلق میگیره. متشکرم ازتون. به عنوان آخرین سوال همین سوال رو بپرسم که آیا در حالت عادی و بدون ضرورت میتوان تسبیحات نماز را 1 مرتبه بخوانیم؟ منظور تسبیحات 4 سبحان بله. الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، در حال عادی نه، بنابر احتیاط واجب حتما باید 3 مرتبه گفته بشه، الا اینکه ضرورتی در کار باشه، مثلا وقت تنگ باشه و مجال انسان نداشته باشه، یا بدن انسان بیمار ضعیفه کشش نداشته باشه، یا انسان برای کار مهمی عجله داشته باشد، یا در نماز جماعت میخواد به رکوع امام جماعت برسه، برسه، به جای 3 مرتبه گفتن 1 مرتبه ایرادی نداره.
خیلی ممنونم ازت. خواهش خیلی میکنم. متشکرم ازتون. از شما عزیزانم ممنون و متشکرم به خاطر انتخاب و تماشای این برنامه. انشالله اگر سوالی براتون پیش میاد 2096477730004314 بر روی واتساپ و یا تلگرام میتونید انشالله برای ما بفرستید. دوستان عزیزی که سوالات رو برای ما میفرستن محبت کنن و از طریق برنامه جویای جواب سوال خودشون باشن، یا اگر موفق نمیشن برنامه رو هر روز متابعت و تماشا کنن، میتونن انشالله صفحه اینستاگرام برنامه معراج رو فالو کنن و انشالله از طریق صفحه برنامه معراج در اینستاگرام جواب سوالات خودشون رو بگیرن. شما عزیزان هر روز 12:30 به وقت کربلای معلا از طریق تلویزیون امام حسین در ماهواره 100 با فرکانس 12073 میتونید ما رو ببینید. دوستانی که از طریق ماهواره براشون سخت هست میتونن از طریق فیسبوک ما رو ببینن. همچنین یوتیوب هم پخش زنده برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنه. هر بزرگواری که این برنامه رو میبینه به خاطر نشر فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام میتونه پخش زنده ما رو شیر کنه روی صفحات فیسبوک یا یوتیوب خودش، تا انشالله بتونه خیلی ها را در نشر فضائل و شنیدن فضائل امیرالمومنین علیه السلام شریک کنه. انشالله هر جا هستید به زودی روزیتون بشه زیارت امیرالمومنین علیه السلام، زیارت آقا سید الشهدا و آقا ابوالفضل عباس. هر جای دنیا هستید، حالا هر کجای دنیا، هر کسی که دلتنگ زیارت عتبات عالیات هست، انشالله با دفع بلا و وبا به زودی روزیش بشه زیارت. یا علی مدد، خسته نباشید.